تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، وارد جزء 13 هم شدیم از اول قرآن که شروع کردیم، سوره یوسف این و آیه 67. بشنوید. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قحطی باعث شد که یه دور رفتن برادرای یوسف از کنعان رفتن مصر، گندم آوردن. یوسف گفت دفعه دوم که میای اون داداشم بیارید که فلو باباست، که از یه پدر مادر هستین. منتها هنوزم خودشو معرفی نکرده که من همون برادرم که 20 سال پیش منو تو جو انداختید. یوسف اینا رو شناخت، اینا اونو نشناختن. اینا هم چون بد سابقه بودن اومدن پدرم چونه زد نمیداد، شما یه بار دیگه هم یوسف رو بادید تو شو انداختید، یعنی گفتید گرگ خوردسش. حالا دو مرتبه مگه که تعهد بسپرید، تعهد سپردن و خب دفعه دوم هم این برادر رو داد. منطور وقتی میخواست سفارش کنه، این سفارش وقت سفره. در روایات داریم که از جاهایی که سفارش خوبه وقتی که میخواد مسافرت کنید به اهل و عیال سفارش کنید. اون سفارش های لب در اینا تو ذهن جای میگیره وقت خداحافظی. و قال یا بنی، یعقوب گفت پسرای من، لا تدخلوا من باب واحد، از یه در وارد نشید، چون چند تا برادر از یه دروازه برسید چشم میخورید، یا میگن نه کیان کجا میرن. لا تدخلوا من باب واحد، از یه در وارد نشید، و ادخلوا من ابواب متفرقه، از چند تا دروازه وارد شید. البته من این سفارشی میکنم، سفارشی عقلی میکنم، مقدرات خداشی ها نمیدونم. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من شما رو از قهر از مقدرات خدا نمیتونم بی نیاز کنم. ممکنه خدا یک اراده خاصی برای شما گرفته باشه، من خبر ندارم. اما مقداری که من به طور طبیعی با سفارش کنم اینه که از یه در وارد نشی. ان الحکم الا لله، فرمان روایی مخصوص خداست، بر او توکل میکنم و متوکلین هم باید بر او توکل کنم. یا بنیه، ای پیداست عاطفه پدری حتی نسبت به فرزندان خطاکار هم بین نمیره، با اینکه بچه ها چه داغی به دل یعقوب گذاشتن، چقدر در فراق یوسف این پدر رو سوزوندن، اما در اینام یه یا بنیه نباید به خاطر که چند بار بچه یا یه بار یا دو بار کمتر و بیشتر بچه خلاف کرد، پدرها بچه ها رو ترد نکنن. یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، چاراندیشی و تدبیر برای حفظ سلامت لازمه. برای حفظ سلامتتون چاراندیشی کنید، اگه جا وارد نشید چشم می‌خورید. بچه هم نگفتن به چه دلیل، وقتی توصیه از یه پدر عاقلیه دیگه چون و چرا نداره، بپذیریم. و از بهترین زمان‌ها یه موعظه همون آستانه سفره، جلو حساسیت و سوء ظن و چشم زخم بگیرید. بعد میگه لا تدخلوا، بعد میگه وادخلوا، از اون را نروید، از یه در نروید، از سمت در بروید. لا تدخلوا، بعد میگه وادخلوا من باب، اگر میگید لا تدخلوا ادخلوا هم بگید، اینجا نرو پس کجا بره. اگر میخواید این فیلمو بد نبینه، پس یه سینمای یه فیلم خوب باید باشه. این آهنگو گوش نده، پس او آهنگو گوش بده. با این رفیق نشو، پس با او رفیق بشو. همیشه ترمز نباشید، گاز هم باشید. نخور نگو نرو، خب پس چه خاکی به سر میکنم. اینجا که میگه لا تدخلوا، بعد میگه ادخلوا، از اینا نروید. از قرآن هم اینطوره، قرآن اول میگه کلوا، کلا من هما رغدن حیث شئتم، بخورید، بعد میگه ولا تقربا، این یکی رو نخورید. حضرت لوط هم میگه حالای بناتی هن اطهر لکم، بابا دخترام عقد میکنم بهتون میدم، بعد گفت لوات نکنید. یعنی اگر خواستیم جلو فساد رو بگیریم یه راه در رو باید بگذاریم. به هر حال از یه در وارد نشید چشم میخورید، حساسیت به وجود میاد، ولی از درهای مختلف وارد بشید. اما این سفارش من جلو به مقدرات خدا رو نمیتونه بگیره. حالا یعنی یه مدیر خوب باید حساب احتمالات هم بکنه. از یه در وارد نشید. در ارشاد هم میتونه، ارشاد هم نباشه از یه در وارد شد، فقط از راه سخنرانی
فقط از راه کتاب، فقط از راه آموزش پرورش. هر که یوسف های خیابون و بازار رو میخواد، هر که جوان ها رو میخواد نجات بده، باید از هر راهی وارد بشه، از راه قلم، از راه هنر، از راه محبت، از راه مهمانی، از راه کتاب های درسی، از راه کتاب های جنبی، از راه نمیدونم تشویق، از راه تهدید. یعنی کسی که یه یوسف میخواد میگه یه در وارد نشید، شما همه یوسف های خیابون و بازار میخواید، وقت میخواد از راه مثلا ایدئولوژی جهانبینی و کلاس نمیشه. گاهی از راه ورزش باید افراد را هدایت کرد، گاهی از راه قصه باید هدایت کرد، گاهی از راه طنز باید هدایت کرد، از یه در نباید وارد شد. خب هم خودش میگه توکل میکنم، هم سفارش کنه که دیگران توکل کنن. میگه علیه توکل تو، یعقوب میگه هم من خودم توکل میکنم، بعد میگه و علیه فلیتوکل المتوکلون، باقی مردم. یعنی هم خودت توکل کن، هم سفارش توکل رو به دیگران بکن. با وقتی آدم به خدا توکل کرد، وکفا بالله وکیلا، خدا وکیل خوبیه. بر خدا توکل کنیم، خدا دستمون میگیره. خب این بچه هم گوش دادن، آیه بعد رو بشنوید. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. از همونایی که باباشون گفت وارد شدن، یعنی بابا کو ایه در نرید، اینا ایه در نرفتن، گوش دادن به حرف بابا. امرهم ابوهم، اگر پدر یه چیزی گفت گوش به حرف پدر بدین. خب ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، یعنی این سفارش یعقوب چیزی رو جز اون که نیازی در دل یعقوب بود چیزی عملی نشد. تنها اثرش این بود که اینا از یه چند تا در وارد شدن که اینا چشم زخم نخورن، به خصوص بنیامین. یعنی این مشکل رو حل نکرد. ما کان یغنی عنهم من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. یعقوب یک حاجتی داشت، این حاجت عمل شد. حال حاجتی بود که این برادر کوچیکه به اون برادر، این دوتا برادر ها به هم برسن، حاجتش این بود. بله ممکن حاجتش همی باشه. خب رسیدن بنیامین به یوسف و خارج شدن یوسف از تنهایی، این یک طرحی بود که خداوند طراحی کرده بود و یعقوب هم میدونست. خب اگر بدیا مردم رو میگید خوبیاش هم بگید. اینجا قرآن خوبیا برادر یوسف میگه، میگه دخلوا من حیث امرهم ابوهم، چون تا حالا انتقاد از بچه های یعقوب شده بود، این اولین دفعه که بچه یعقوب تعریفشون میشه. میگه اینجا گوش به حرف پدره دادن، اگر چند جا گوش ندادن عوضش یه جا گوش دادن. اگر نقاط بد میگید نقاط خوبم بگید. خب این محاسبات و دقت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در اراده خداوند کارساز نیست. یعنی خدا یه چیز خواسته باشه انجام بده، انجام میده. محاسبات و دقت و برنامه‌ریزی‌ها با وجود اراده خدا کارساز است. اگر خدا نخواد کارساز نیست. ما کان یغنی عنهم. یعقوب بر یه مطالب و اسراری آگاه بود که مصلحت نمیدونست بازگو کنه. فقط گفت که یه چیزایی تو دل منه، حاجتن فی نفس یعقوب، یه حاجتی من دارم، شما هرچی میگم گوش بده، من یه حاجت دارم نمیخوام بگم. اصلا بهترین توجیه اینه که بگیم حاجتی بودی که این برادر آخریه که ملحق شده به اون چیز برسه. و او علم انبیا، علمشون از طرف خداست، علمناهو، و بیشتر مردم هم عالمین علمای حقیقی رو نمیشناسن، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. معیار حق و باطل تشخیص اکثریت نیست. خیلی وقتا اکثر مردم نمیشناسن. همه جا اکثریت نشانه حقانیت نیست. این خلاصه این قصه بود که بالاخره با چونه زدن، با تعهد دادن،
برادران یوسف، این برادر آخری هم این سفر دوم برای گرفتن گندم بردن. یعقوب تعهد گرفت، این پسر آخری هم تعویل داد و سفارش از یدر وارد نشید، این هم گوش دادن، مقدرات خدا انجام میشه. فقط این سفارش ها به خاطر بود که یعقوب چیزی تو دلش بود به اون چیزه باید عملی بشه و ظهورش هم اینه که اون چیزه بود که به یه نحوی این برادره به اون برادره که از یه پدر مادرن برسه، این طرحی که خدا طراحی کرده بود و یعقوب هم میدونست. منتها به اینها نگفت قصه چیه، فقط گفت یه حاجتی دارم، شما بروید از یدر وارد نشید. گفت برو و نپرس و این طرح را عملی میشه. حالا کم کم این سفر همه برادرها میرسن به همه برادرها به یوسف میرسن. بریم ببینیم چی میشه. و السلام علیکم و رحمت.